درود بر شما. با 180 ثانیه جمعه 12 دی ماه همراه ما باشید. بر اساس گزارش ویدئویی که خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا منتشر کرده، قاسم رضایی جانشین فرمانده نیروی انتظامی شکستن دست و پای افرادی که قمه به دست دارند توسط نیروهای پلیس در هنگام بازداشت را مجاز دانست. وی گفته حقوق متهمان فقط زنده ماندن آنهاست. تو صحنه درگیری اگر قمه دستش بوده، الان باید دست شکسته من ببینم. اگر قد داره کشیده همون موقع بازی شما قلم پاشو میشکنی من اینجا میگیم دیگه دهمون حد دیشه دیگه. همین که زنده مانده قانونه، قانون میگه زنده بماند بس بزنه طبق قانون حق بهم میگم حقوق شهروندی. محمد تقی مصباح یزدی عضو مجلس خبرگان رهبری و رئیس مؤسسه آموزشی پژوهشی آیت الله خمینی درگذشت. او چند روزی به دلیل وخامت حال و بیماری گوارشی در بیمارستان بستری بود. کیومرث عزیزی فرمانده پلیس شرق تهران گفت علارغم پیگیری ماموران پلیس تاکنون هیچ آدرسی از زن افغانستانی که از مامور انتظامی سیلی خورده پیدا نشده و پلیس تهران در حال شناسایی منتشر کننده ویدئوی این ماجرا است. این مقام پلیس به روال متعارف این نیرو بدون ذکر دلیل خاصی احتمال داده است که این موضوع یک سناریوی از پیش تعیین شده باشد. دو روز پیش در شبکه‌های اجتماعی ویدئویی منتشر شد که نشان می‌داد یک مأمور پلیس به یک زن مهاجر اهل افغانستان سیلی می‌زند. افراد مسلح ناشناسی در شهر فیروزکوه افغانستان در اولین روز سال نو میلادی بسم الله عادل ایماق روزنامه‌نگار افغانستانی را با شلیک گلوله به قتل رساندند. این نخستین رویداد خشونتبار علیه روزنامه‌نگاران جهان در سال 2021 محسوب می‌شود. سازمان ناظر حقوق بشر سوریه مستقر در لندن می‌گوید انفجار یک خودروی بمب‌گذاری شده در مقابل یک پایگاه روسیه در شمال شرقی سوریه چند زخمی بر جای گذاشته است. روبر حسین بازیگر و کارگردان نامدار ایرانی تبار تئاتر و سینمای فرانسه دیروز پنجشنبه در سن 93 سالگی درگذشت. وی که در پاریس به دنیا آمده بود، فرزند امین الله حسین نوازنده تار و آهنگساز سرشناس ایرانی بود. از فیلم‌های ساخته شده که وی میتوان به حرامزاده ها به جهنم میروند، خون آشام دوسلدروف و بینوایان اشاره کرد.